همینطور میتونید آنتی بیوتیک های گیاهی رو جایگزین قرص کنید مثل آبلیمو بعد از صبحانه سیر به همراه ماست قبل از شام زنجبیل به همراه اصل دمنوش بابونه قبل از نهار دوغ به همراه بابونه همچنین مصرف چای مریم گلی برای تسکین گلو درد بسیار مفیده هنگامی که از گلو درد رنج میبرید چای مریم گلی میتونه درد رو به سرعت تسکین بده و همچنین سوزش و التهاب رو در گلو کاهش بده همینطور ویژگی های ضد میکروبی چای مریم گلی به مبارزه با سرماخوردگی و, و همچنین تسکین درد و سوزش در گلو به واسطه کند کردن رشد باکتری های موزر در این قسمت کمک میکنه همچنین زیاد شدن بلغم مشکلات زیادی رو در بدن به وجود میاره مثل ایجاد سینوزید افزایش ترشوات کاهش حافظه بزرگ شدن شکم بینایی خواب زیاد خستگی زودرس درد مفاصل روماتیسم دیر حسب کردن غذا پر ادراری ترشوه زیاد آبینی آب کم حواسی سردرد و سرمخوردگی های مداومه همینطور میتونید به توصیه‌های های طب سنتی برای دفع و درمان قلم استفاده کنید به کار بستن متعادل روش های زیر در صورت نداشتن بیماری های زمینه ای و مشکلات گوارشی در درمان و دفع بلغم مفیدن حمام گرفتن نشستن در آفتاب نخوردن غذاهای سرد در صبح و شب غذاهای موزر برای خلط بلغم عبارتند از تمام لبنیات از جمله شیر، ماست، دوغ، کره، سرشیر، خامه، پنیر و کشکه همینطور ترشیجات، سرکه، سرکه و غذاهای شور برنج سفید، عدس، ماش و جو سوپ جو و آش جو جات ترش مثل نارنگی، کیوی، گرمک، خیار پوسکنده سیب زمینی و با قارچ گوشت گاو گوساله و انواع گوشت سفید سس سس گوجه فرنگی پرخوری در مصرف هر نوع ماده غذایی اما کدام غذاها برای درمان غلبه بر بلغم مفید هستند میتونیم از ادویجات شامل هل دارچین زنجبیل زعفران جزه هندی فلفل سیاه فلفل سفید دانه فلفل دانه خردل سیر و موسیر نام برد همینطور ریشه های گیاهان چغوندر شلغم هویج تروب سیاه و سفید و سبزیجات گرم شامل انواع کل ساقه کرفس نعنا ریحان جعفری مرزه ترخون تره و شوید همینطور از حبوبات میتوان نخود گندم لوبیاچیتی و ادویجات گرم مانند زیره سیاه زیره سبز دارچین و کمی زردچوب استفاده کرد همینطور از بسرهای ملین شامل تخم ریحان تخم شربتی قدومه شیرازی خاک شیر و بارهنگ نیز میتوان استفاده کرد از خوشبار مغزهایی مثل بادام گردو فندوق پسته کنجد مفید هستند و اصل نیز می تواند مرهمی مناسب برای دفع بلغم باشد